با یاد خدا، با سلام به شما بینندگان ارجمند و گرامی، با درود فراوان به روان پاک شهدا، چهارمین برنامه آن روی سکه رو در مبحث نورپردازی آغاز می‌کنیم. نور از سوختن اجسام قابل اشتعال یا التهاب و گداخته شدن فلزات و گازها به وجود میاد. بدون نور هیچ چیز رو نمیتونیم ببینیم و دانشمندان معتقدند که بیش از 90% از آگاهی ها، دانش و دانسته های بشر مدیون دیدنه. در واقع بدون نور زندگی و حیات معنا نداره. تابش نور خورشید باعث رسیدن میوه های کال میشه و یا وقتی در معرض تابش نور آفتاب قرار میگیریم پوست بدن ما میسوزه و احساس گرما میکنیم. چرا؟ چون نور یک انرژی است و خورشید بزرگترین منبع انرژی در منظومه ماست. حدود 300 سال پیش یک دانشمند هلندی به نام هویگنز نظریه موجی بودن نور را عنوان کرد و معتقد بود که نور به صورت امواج کروی در خط مستقیم به اطراف پراکنده میشه. درست همونطور که صوت از منبع تولید صدا به اطراف انتشار پیدا میکنه. قبل از اون، یعنی تا قرن 16 دانشمندان عقیده داشتند که نور از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده که از چشمه نور گسیل میشه و بر روی خط مستقیم در تمام جهات پخش میشه. یکی از مدافعان نظریه ذره‌ای بودن نور نیوتن بود. خلاصه اختلاف نظرهایی بین دانشمندان پدید آمد و برخی می گفتند اگر نور موجه و مثل صدا در فضا پراکنده می شه، پس چرا در خلاء منتشر می شه و چرا به محیط مادی همانند صوت احتیاج نداره؟ و یا اگر نور به صورت ذره در فضا پراکنده می شه، پس چگونه از شیشه عبور می کنه؟ تا اوائل قرن 19 قبول نظریه موجی بودن نور به تعویق افتاد. فرنل، یانگ و ماکسول، سه دانشمند فیزیک اپتیک، پس از تحقیقات و آزمایشات مفصل همانند هویگنز هلندی اعلام کردند که فرضیه انتشار نور به شکل موج صحیحه. تا اینکه ناگهان پدیده فوتو الکتریسته یا چشم الکترونیکی کشف شد که در واقع اساس و پایه سینمای ناطق و تلویزیون و نورسنج در عکاسی است. در پدیده های فوتو الکتریک متوجه شدند وقتی که یک دسته شعاع نور به صفحات فلزات قلیایی برخورد میکنه، الکترون به بیرون پرتاب میشه و همین امر باعث تولید الکتریسته بسیار ضعیفی میکنه. پس نور یک انرژی است و تنها انرژی قابل رؤیت هم هست. اما پدیده فوتو الکتریک با نظریه موجی بودن نور تطبیق نمیکنه. با این حال، چون هر دوی اونها با آزمایش تایید شدند، دانشمندان هیچ کدام از دو فرضیه موجی بودن و فرضیه ذره‌ای یا کوانتوم رو مردود نمی‌شمارند. پس نظریه دوگانگی ماهیت نور مورد تایید و قبول دانشمندان واقع شده. اگر یک تیغه باریک از نور خورشید رو به یک منشور بتابونیم، طیف کاملی از تمام رنگ‌های موجود در طبیعت به دست میاد، درست شبیه به یک رنگین کمان.
اگر در آزمایشگاه به طیف تجزیه نور سفید نگاه کنیم، به ماهیت نور و رنگ بیشتر پی میبریم. این طیف از بی نهایت رنگ تشکیل شده که بین رنگ‌های مختلف خط معین و مشخصی به عنوان مرز وجود نداره، بلکه رفته رفته رنگ‌ها در یکدیگر حل میشن. برای تسهیل در تجزیه و تحلیل ماهیت نور و رنگ، طیف تجزیه نور سفید یعنی طیف رنگ‌ها رو تفکیک می‌کنیم. در آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری طول موج نور، بارها طول موج رنگ‌های مختلف رو اندازه‌گیری کردند. طول موج نور قرمز بین 610 تا 700 میلی میکرون، طول موج نور سبز بین 500 تا 570 میلی میکرون و طول موج نور آبی بین 400 تا 460 میلی میکرونه. از این مقدمه میخواستم این نتیجه رو بگیرم که نور و رنگ جزء امواج الکترومغناطیسی محسوب میشند. امواج الکترومغناطیسی طیف بسیار وسیعی دارند. همونطور که در این شکل ملاحظه میکنید، از این طیف وسیع امواج الکترومغناطیک فقط محدوده کوچکی قابل رؤیت که اصطلاحاً به اون طیف نور سفید میگن، پرتوهای قابل رؤیت. و دیدیم که در طیف نور سفید بی نهایت رنگ وجود داره. از همین روزنه کوچک یعنی محدوده 400 تا 700 میلی میکرون که در تصویر قبل ملاحظه کردید، ما به جهان هستی نگاه میکنیم و سهم حساسیت حس بینایی ما برای دیدن امواج الکترومغناطیسی همین محدوده، یعنی 400 تا 700 میلی میکرونه. و چه خوب که چشم انسان فقط به همین محدوده کوچک حساسه و در اون صورت ممکن بود که ما مکالمات بی سیم و مایکروویو و خطوط دیگری رو که از دسته امواج الکترومغناطیک هستند مثل امواج تلویزیونی و غیره رو ببینیم. وقتی راجع به نورپردازی در سینما صحبت می کنیم، منظورمون صحنه‌های خارجی که در زیر نور آفتاب فیلم برداری میشن نیست. اگرچه میدونیم که در اثر تغییر زاویه نور خورشید در ساعات مختلف روز ممکنه نور خورشید از روبروی بازیگران حرکت کنه و به پشت سر اونها بره. در این صورت استفاده از نورافکن‌های آرک برای پر کردن سایه ها و یا استفاده از صفحات براق منعکس کننده موسوم به رفلکتورها راه حل این کار رو به راحتی فراهم میاره. پس وقتی راجع به نورپردازی در سینما سخنی به میان میاد، بیشتر منظور ما نورپردازی صحنه‌های داخلی و نورپردازی صحنه‌هایی است که در شب اتفاق میفته یا حتی در روز ولی در اتاق یا زیر سقف میگذره. منتقدین سینما برای نورپردازی صحنه اهمیت زیادی قائل هستند. در ابتدای پیدایش سینما فقط سعی می‌کردند با روشن کردن تعدادی چراغ و نورافکن مقدار نور صحنه رو اونقدر بالا ببرند که روشنایی صحنه تأمین بشه و فیلم‌های خام حساس اون زمان بتونه متناسب با حساسیت فیلم‌های خام اون موقع تصاویر رو ضبط و ثبت بکنه. در حقیقت فقط روشن کردن موضوع یا بازیگران برای فیلمسازان اولیه تاریخ سینما مطرح بود و جنبه‌های روحی داستان از قبیل خوشحالی، هیجان، ترس، انتظار
و غیرو چندان مورد توجه نبود. اما امروزه نورپردازی صحنه یک هنر محسوب میشه و منتقدین سینما در این باب پا رو فراتر گذاشتند و برای نورپردازی تعابیر خاصی قائل هستند. منتقدین سینما به نورپردازی صحنه گاهی تعبیر نقاشی با نور رو میدن و معتقد هستند که با نور صحنه رو میشه نقاشی کرد، اگرچه این گفته چندان اغراق‌آمیز به نظر نمیاد. با نور ما میتونیم مسائل بسیار بسیار زیادی رو القا کنیم. الان پس از این لحظه ما به یک نورپردازی کلاسیک رو یا یک نورپردازی مثلث رو در داخل استودیو که اولین درس نورپردازی به حساب میاد عمل میکنیم. وقتی وارد یک استودیوی سینمایی یا تلویزیونی میشیم، از دیدن این همه نورافکن بر سقف و بر روی زمین دچار حیرت میشیم و از خود میپرسیم کاربرد این نورافکن‌ها چگونه است و این نورافکن‌ها در چه مواقعی روشن میشن. در همین برنامه سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدیم. رمز کار نورپردازی فقط در یک فرمول نهفته شده. نورپردازی به تقلید از طبیعت کلید کار نور کلاسیک است. اشخاص و اجسام در طبیعت با یک نور اصلی یعنی خورشید روشن میشن. شبها در خانه یا محل کار لابد فقط یک منبع نور وجود داره که اتاق رو روشن میکنه. پس در هر دو حالت فقط یک نور اصلی در روز و یک نور اصلی در شب اتاق رو روشن میکنه. بنابراین به تقلید از نور خورشید یا به تقلید از تنها لامپی که اتاق رو روشن کرده، یک نورافکن از زاویه بالاتر از 30 درجه از خط دید بازیگر، یک نورافکن بالاتر از زاویه 30 درجه و کمتر از زاویه 45 درجه از خط دید بازیگر در سمت راست چهره یا در سمت چپ چهره اون روشن میکنه. حالا من خواهش میکنم که کلیه نورهای استودیو رو قطع کنن و به ما فقط یک نور اصلی از این سمت بدن. همینطور که ملاحظه میفرمایید، این صحنه فقط با یک نور اصلی روشن شده. در مبحث آموزش نورپردازی و تحلیل چگونگی نورپردازی در سینما لازمه که به سایه های تند و غلیظی که این نورافکن ایجاد میکنه بر پشت دیوار ملاحظه میکنید دقت بفرمایید. نور اصلی یا نور کی لایت کلید کار ماست. از زاویه بالاتر از 30 درجه و کمتر از 45 درجه بالاتر از خط افق دید بازیگر در سمت راست یا در سمت چپ صورت بازیگر به تقلید از منبع نور موجود در صحنه روشن میشه. پس کلید کار ما اولین نورافکنی است که به تقلید از منبع اصلی موجود در محیط و فضای قصه و داستان از اون زاویه روشن میشه. همینطور که در اینجا ملاحظه میکنید، من استدعا میکنم تصویر درست رو به ما بدین. ملاحظه میکنید در روی چهره در سمت راست صورت به خوبی روشنه، اما در سمت چپ سایه های تند و غلیظی به وجود اومده که باعث نامطلوب بودن چهره میشه. برای رفع این اشکال و برای از بین بردن سایه های تند و غلیظی که نتیجه این نورافکن اصلی است، میبایستی از سمت راست دیگر صورت ما یک نور ضعیفتر و ملایمتری رو به چهره بتابونیم. نور دوم ما که به فیل لایت موسوم هست، نور تلطیف کننده نامیده میشه.
من خواهش میکنم که نور تلطیف کننده رو برای ما روشن کنند. حالا با داشتن تصویر درشت ایشون ملاحظه میکنید که سایه های تند و غلیظی که در مرحله اول در سمت چپ صورت ایشون تشکیل شده بود از بین رفت. اما در این شرایط ما فقط یک نور چپ و یک نور راست داریم، یعنی یک نور اصلی داریم و یک نور تلطیف کننده داریم که در حقیقت سایه های تند و غلیظ اولیه ما رو تلطیف کرد. به نور دوم نور سافت لایت هم میگن. اما این دو نور برای نورپردازی این صحنه ای که قرار ساکن انجام بگیره و بازیگر ما در پشت این میز تمام نقش خودش رو ایفا کنه و بعد صحنه قطع بشه، این نور به تنهایی کافی نیست. یعنی نور اصلی و نور تلطیف کننده کافی نیست. احتیاجه که ایشون از زمینه پشت یا دکور پشت بدنشون جدا بشه. من حالا خواهش میکنم که نور جدا کننده موسوم به separation light یا نور backlight رو به ما بدن. تصویر درشت ایشون رو خواهش میکنم داشته باشیم و نور backlight رو چند بار خاموش و روشن میکنیم تا اثر اون رو در روی چهره، در روی موهای ایشون و در روی لباس ایشون داشته باشیم و ببینیم که حالا خیلی متشکرم. بعد اینو داشته باشیم تا اینکه متوجه بشیم که چگونه لباس ایشون و مو و اطراف سر از دکور پشت جدا میشه. اما سهم دکور رو فراموش نمی کنیم. برای دکور پشت و برای از بین بردن سایه هایی که همکنون ملاحظه می کنید، چون می دونید که با روشن کردن یک منبع نور یک سایه ایجاد میشه. با روشن کردن منبع نور دیگه یک سایه دیگه ایجاد میشه. و وقتی بازیگر در جلوی دیوار راه میره، دو سایه به دنبال اون حرکت میکنه. اگر سایه دوم لطیف و کمرنگ باشه اشکالی نداره، اما اگر سایه دوم هم به همون اندازه سایه اول چشمگیر باشه، بدون تردید این یک نقص در هنر نورپردازی محسوب میشه. من حالا خواهش میکنم که نور دکور رو به ترتیب اول با یکی و بعد میبینیم که کافی نیست و نور دوم دکور رو اضافه میکنیم. نور اول دکور رو ملاحظه کنید. توی لانگ شات خواهش میکنم نور رو خاموش کنیم و روشن کنیم تا اثر نور دکور یا نور بک‌گراند یا نور پس زمینه رو ببینیم. اولین نور دکور روشن شد و خاموش شدن اون رو دیدید که چه اثری میکنه و وجود هر کدوم از این نورها داره حالا یک به یک خودش رو نشون میده، ماهیتش رو داره اثبات میکنه، اثرش رو و خاصیتش رو داره به ما نشون میده. به این نوع نورپردازی میگن اصطلاحاً نورپردازی مثلث. گاهی در کتب مربوط به سینما به این نوع نورپردازی، نورپردازی کلاسیک هم گفته میشه. نورپردازی کلاسیک یا نورپردازی مثلث که در استودیوهای تلویزیونی در قسمت‌هایی که مجری و بازیگر یا مصاحبه کننده یا امثال هم در یک نقطه قرار میگیره، همچنین در استودیوهای عکاسی که شخصی بر روی صندلی در برابر دوربین مینشینه و بی حرکت از جای خودش تغییر موضع نمیده، این نورپردازی کلاسیک خیلی کارسازه و فرمول بسیار بسیار اساسی و درستیه. وقتی که ما مبحث نورپردازی رو مطالعه می‌کنیم، می‌بایستی به یکایک نورافکن‌های دیگه هم توجه داشته باشیم. حالا من خواهش می‌کنم که کلیه نورهای موجود در این استودیوی تلویزیونی رو برای ما خاموش کنند و با داشتن تصویر درشت ایشون ما یکی از این نورها رو روشن می‌کنیم. حالا با روشن کردن یک نورافکن ساید لایت، نیمی از صورت پرسوناج رو
میتونیم در روشنایی داشته باشیم و نیم دیگری از صورت او رو در تاریکی و ابهام. با چرخوندن همین نورافکن و بردن اون به نزدیک پشت سر پرسوناژ، قسمت اعظم صورت او در تاریکی فرو میره و صورت او حالت ابهام بسیار زیادتری رو ایجاد میکنه. در این قبیل صحنه ها، در این قبیل نورپردازی ها که بیشتر به درد صحنه های جنایی، صحنه های بازپرسی و صحنه های پلیسی میخوره، ما از نور اثبات یا نور تیز استفاده میکنیم که سایه های بسیار تند و تیزی داره. حالا این نور افکن رو بازتر میکنیم. زاویه پخش نور رو در این نور افکن، فقط یک نور افکن الان داریم، بازتر میکنیم و اون رو به دکور پشت میتابونیم. سایه های بلندی که در دیوار ایجاد میشه، سایه های بلندی که پرسوناژ به هنگام راه رفتن در استودیو یا در روی دیوار مقابل ایجاد میکنه، خودش حالت بسیار خشن و گاهی حالتهای ترساور و پلیسی یا صحنه‌های قتل رو تشدید میکنه. وقتی فقط نورافکن‌های مربوط به پشت یعنی دکور روشن میشه، در اینجا پرسوناژ ما صورتش و بدنش کاملا در تاریکیه و من عمدن از صحنه خارج میشم تا شما چگونگی یک صحنه سیلویت یا صحنه ضد نور رو ملاحظه کنید. استفاده از دو نور افکن سایت لایت به این شکل برای پرسوناژ هایی که در قصه و داستان ما محبوبیت دارند به هیچ وجه مناسب نیست، بلکه راه حل برای اون دسته از پرسوناژ هایی که در قصه محبوبیت دارند و تماشاگران نسبت به این چهره ها احساس سمپاتی می کنند و حس دوست داشتن رو در باطن خودشون به اونها ابراز می کنند، نورپردازی دو نورافکن سایت لایت از دو طرف به چهره شخص به هیچ وجه کار صحیح نیست. پس برمیگردیم مجدداً به نورپردازی کلاسیک یا نورپردازی مثلث که در کلیه صحنه‌های عادی و متعارف میبایستی از این نوع نور استفاده کنیم. اما گاهی باز برای افزایش لطیف کردن نورهای تلطیف کننده میتونیم از وسایلی شبیه به این وسیله استفاده کنیم. یک چهارچوب رو میسازیم و روی این چهارچوب رو به وسیله چلوار یا پارچه های تنظیف که میخکوب شده قرار میدیم و یک وسیله رو درست میکنیم شبیه به توری که میتونیم اون رو جلوی هر یک از نورافکن‌ها قرار بدیم تا نور صحنه ما تلطیف بشه به این شکل، یا در جلوی نور کیلایت قرار بدیم تا باز نور کیلایت تلطیف بشه، یا یکایک میتونیم این وسیله رو در جلوی کلیه نورافکن‌ها قرار بدیم تا به طور کلی در صحنه نور تلطیف شده و نور بدون سایه داشته باشیم. البته توجه دارید که با قرار دادن کاغذ کالک یا با قرار دادن صفحات پلاستیکی شیری رنگ نیز در جلوی نورافکن‌ها ما میتونیم نورهای تند و تیز نورافکن‌ها رو تلطیف کنیم. این خلاصه‌ای بود از اولین و مهمترین مبحثی که در کار نورپردازی سینما برای اون دسته از صحنه‌هایی که بازیگر یا هنرپیشه و پرسوناژ ما در روی یک صندلی یا در یک محدوده کوچکی مستقر میشه به کار گرفته میشه. اما اگر که نورافکن‌ها رو از نظر شکل و از نظر ساختمان داخلی مورد مطالعه قرار بدیم، نورافکن‌ها خودشون به چند دسته تقسیم میشن.
نورافکن هایی که برای نور تلطیف کننده به کار میرن از نظر مکانیزم داخلی با نورافکن هایی که برای نور کی لایت به کار میرن فرق میکنن. حالا اگر که ما فقط یک نوع نورافکن در دسترس داشته باشیم، برای اینکه بتونیم نورافکن های تلطیف کننده رو بسازیم میتونیم راه حل های مختلفی رو اختیار بکنیم. مثلا نور کیلایت همواره میبایستی قوی تر باشه. چرا؟ برای اینکه نور اصلیه و در حقیقت نور کیلایته که در تصویر با اولین نگاه خودش رو نشون میده. بقیه این نورها نقش نور فرعی رو بازی میکنند. خب اگر ما دو تا نورافکن همگن و همتراز داشته باشیم و بخوایم از این دو نورافکن همگن و همتراز دو نورافکن ناهمگون بسازیم، طوری که یکی از دیگری قوی تر یا ضعیف تر باشه و هیچ وسیله دیگه‌ای نداشته باشیم، با عقب و جلو بردن یک نورافکن میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا ما با دیدن یک اسلاید متوجه میشیم که وقتی یک نورافکن رو از یک متری به دو متری به عقب میبریم، برخلاف تصور اولیه مقدار نور نصف نمیشه، بلکه مقدار نور به یک چهارم تقلیل پیدا میکنه. فرمول بسیار مشهور E مساویس با I تقسیم بر D2 که در اون E معرف روشنایی، I شدت منبع نور و D فاصله است، به ما میگه که شدت نور با عکس مجذور فاصله نسبت مستقیم داره. بنابراین وقتی یک نورافکن رو از فاصله یک متری به فاصله دو متری میبریم، مقدار نور ما به جای اینکه نصف بشه به یک چهارم تقلیل پیدا میکنه. این مطلب رو باید همواره در مسئله نورپردازی در نظر داشته باشیم. پس کار راحت شد. نورافکن اول در فاصله نزدیکتر و نورافکن دوم که نقش نور تلطیف کننده رو بازی میکنه در فاصله مثلا یک متر دورتر قرار میگیره. Thank you.
همونطور که ملاحظه میکنید برای صحنه‌های بازجویی یا بازپرسی بد نیست که فقط از یک نورافکن اثبات از زاویه کنار یا از زاویه پشت سر استفاده کنید. با استفاده از یک نورافکن در زیر چانه بازیگر حالت نور خشونت زیادی به خودش میگیره و اصولاً چشمان روشن شخصیت شیطان رو القا میکنه. به طور کلی در فیلم‌های جنایی از نورهای تند استفاده میکنند که سایه‌های بلند و غلیظی داره. بیشتر نواحی کادر در این گونه فیلم ها در تاریکی پنهان میشه و همین تاریکی سمبل ابهامه که از نظر روانشناسی در بیننده حس ترس و نگرانی ایجاد میکنه. حساسیت چشم انسان در مقایسه با فیلم های خام رنگی که به طور معمول در سینما مورد استفاده قرار میگیره خیلی زیادتره. در شب حساسیت چشم انسان تا 6400 ASA بالا میره و نور کبریت یا نور شمع و سایه هایی که در این فضا ایجاد میشه توسط چشم انسان دیده میشه. اما فیلم های خام به خصوص فیلم های نگاتیو خام رنگی از این خاصیت برخوردار نیستند. حساس ترین فیلم نگاتیو خام رنگی که اخیراً به بازار اومده حداکثر قادر تا 250 ASA حساسیت داشته باشه. حالا پس از اشاره به این مطلب و مقایسه حساسیت چشم انسان و فیلم‌های خام نگاتیو رنگی خوبه که تا اینجای مبحث نورپردازی نتیجه گیری کنیم و مباحثی رو که تا کنون در این برنامه خدمتون ارائه دادم خلاصه کنیم. با دیدن دو اسلاید، در این اسلاید در تصویر بالا فقط نور کی لایت رو داریم که از یکی از طرفهای صورت به تقلید از منبع اصلی نور موجود در فضا روشن میشه. سایه ها تند و غلیظ هستند و میبایستی توسط نور مکمل این سایه تلطیف بشه که در همین تصویر در قسمت پایین کادر ملاحظه میکنید که نورافکن دوم نور مکمل یا نور تلطیف کننده روشن شده و سایه های تند و غلیظ رو از بین برده. در اسلاید بعدی ملاحظه میکنید که نور سوم و نور چهارم هم روشن شده که نور سوم و چهارم در مجموع تمام این چهار نور خودشون رو خیلی خوب نشون نمیدن و در حقیقت یک بیننده که از این مباحث هیچ اطلاعی نداره تصورش این است که این صحنه فقط با یک نور یا تنها منبع نور موجود روشن شده. در این قسمت از برنامه لازمه که من به قسمت دیگه استودیو برم و مبحث اندازه‌گیری نور صحنه موسوم به نورسنجی رو ادامه بدم. این یک کارت خاکستری 18%. در حقیقت حد متوسط سیاه‌ترین و سفیدترین نقطه یک صحنه رو وقتی که بازیگر یک کت مشکی و پیراهن سفید داره یا در صحنه پشت به شدت زمینه سفیده
یا بازیگر در برابر یک پنجره بزرگی که رو به دریاست نشسته و امثال هم، اینها باعث میشه که نورسنج ما برای اندازه‌گیری نور صحنه گول بخوره و دچار اشتباه بشه. برای این منظور از کارت خاکستری 18% که حد متوسط بین سیاه‌ترین نقطه صحنه و سفیدترین نقطه صحنه است استفاده می‌کنند. بد نیست که این کادر خاکستری 18% رو در کنار قسمتی از پوست بدن انسان و در کنار مجموعه‌ای از رنگ‌ها و در کنار مجموعه‌ای از ارزش‌های خاکستری داشته باشیم. زیرا پس از اینکه فیلم از لابراتوار خارج میشه و ما نتیجه کار رو روی پرده می‌بینیم، می‌تونیم با مقایسه این ارزش‌ها، ارزش خاکستری و خانه‌هایی که رنگ‌های اصلی و رنگ‌های مکمل در اونا دیده میشه، من جمله این کارت خاکستری، متوجه بشیم که در زمینه فیلم‌های رنگی تا چه حد تصاویر ما به حقیقت نزدیک‌تره، تا چه اندازه به واقعیت نزدیکه و از نظر ثبت تصویر تا چه اندازه ما تونست این فیلم وفادار بوده به ثبت رنگ‌ها و ارزش‌های خاکستری، سفید و سیاه و رنگ‌های مختلف. حالا برای نورسنجی در این صحنه دو روش رو خدمتتون معرفی می‌کنم. دو روش برای نورسنجی وجود داره. روش اول اینه که از کنار صورت، درست از کنار صورت بازیگر اصلی، نورسنج خودمون رو به طرف نور کیلایت یا نور اصلی نشونه روی کنیم و چون نور به صورت مستقیم به نورسنج میتابه، میبایستی کلاهک شیری رنگ نورسنج رو که در اینجا ملاحظه میفرمایید روی چشم حساس یا چشم الکترونیک نورسنج قرار بدیم. در غیر این صورت نتیجه‌ای که روی عقربه ها میبینیم بدون برو برگرد نتیجه غلط و اشتباهی خواهد بود. فاصله روی این مسئله حتما تاکید میکنم که نورسنج برای اندازه‌گیری نور مستقیم از کیلایت میبایستی در کنار صورت بازیگر و نزدیک چهره او باشه. اگر در این فاصله باشه، اگر در وسط باشه، بدون تردید فرمول ای مساویس با آی تقسیم بر دی دو در اینجا صادقه و نورسنج ما اشتباه خواهد کرد و نوری رو که ما میخونیم یقیناً غلط خواهد بود و اطلاعات صحیح نیست. پس روش اول اندازه‌گیری نور مستقیم، و چون در صحنه فقط ما یک نور اصلی یا یک نور کیلایت مجاز هستیم روشن کنیم، برای اینکه اون وقت منطق نورپردازی ما به هم میخوره. ما هرگز در یک صحنه اجازه نداریم که بیشتر از یک دونه نور کیلایت یا نور اصلی داشته باشیم، زیرا منطق نورپردازی چنین حکم میکنه. به هر حال برای اندازه‌گیری نور مستقیم حتما نورسنج باید از کنار چهره به طرف نور اصلی نشانه روی کنه. لازم نیست که نور کیلایت رو اندازه بگیریم، فیل لایت یا نور مکمل یا نور تلطیف کننده رو اندازه بگیریم. میبایستی فقط و فقط نور اصلی رو در این روش اندازه گیری کنیم. روش دیگه‌ای که میتونه به ما اطلاعات دیگه‌ای رو بده و از مجموعه این دو روش ما میتونیم معدلگیری بکنیم و دیافراگم رو پیدا بکنیم و بفهمیم که دیافراگم مناسب برای فیلم برداری از این صحنه چیه، استفاده از یک نوع نورسنج دیگه موسوم به اثبات میتره. اثبات میتر درست شبیه به تفنگ یا شبیه به دوربین های سوپر 8 میتونه یک نقطه به خصوص رو نشانه روی بکنه از فاصله دور، حتی از 15 متری، حتی از 30 متری صحنه. ولی جای این کجاست؟ جای این درست از کنار دوربینه. یعنی فیلمبردار میره و کنار دوربین میسته و با قرار دادن این اثبات میتر در برابر چشم خودش نشانه روی میکنه، هر نقطه ای از صحنه رو که بخواد نشانه روی میکنه و اندازه گیری میکنه. طبیعتاً در اینجا کارت خاکستری خیلی به کار میاد. چرا؟ برای اینکه فیلمبردار نباید کت مشکی یا کت سفید یا دیوار
مشکی یا دیوار رنگی رو اندازه گیری کنه. فیلمبردار در اندازه گیری نور باستاب، یعنی نوری که میاد میخوره به چهره بازیگر و برمیگرده، میاد به صحنه میخوره و برمیگرده، میبایستی از کارت خاکستری که متوسط تمام ارزش‌های روشن و تیره تصویر ماست از این نور باستاب نتیجه گیری کنه و محاسبه خودش رو انجام بده. پس این اثبات میتر رو از کنار دوربین نشانه روی میکنیم فقط به سمت کارت خاکستری. در یه لحظه کارت خاکستری رو میتونیم در برابر سینه هنرپیشه در کنار صحنه قرار بدیم و به وسیله اثبات میتر از کنار دوربین دقیقاً یک نقطه‌ای رو، خیلی محدوده باریکی رو هم حتی ما میتونیم فیلم برداری بکنیم. یک مساحتی حتی کوچکتر از ته استکان یا ته لیوان رو میتونیم از فواصل خیلی دور نشانه روی کنیم، زیرا که زاویه دید اثبات میترا بیشتر از 2 یا 5 درجه هیچ کدومشون نیستند. حالا یه نکته رو باید خدمتون عرض کنم. در نور مستقیم، اندازه‌گیری نور مستقیم، وقتی که اون حباب شیری رنگ رو در اینجا میگذاریم، فرمول ای مساویس با آی تقسیم بر دی دو کاملا صادقه و ما باید مواظب جای نورسنج باشیم. اما در اندازه‌گیری نور باستاب که به وسیله اثبات میتر انجام میگیره و نشانه روی میکنه به کارت خاکستری، فرمول ای مساویس با آی تقسیم بر دی دو صادق نیست. در نور باستاب فرمول صادق نیست. میتونه نورسنج از اینجا اندازه‌گیری کنه، میتونه بره 5 متری تا بی‌نهایت فیزیکی که 25 متره. تا بی‌نهایت فیزیکی که 25 متره تقریبا نور ما تغییر زیادی نمی‌کنه. حالا یه نکته دیگه، در اون قبیل از صحنه‌ها که بازیگر ما در یک نقطه مستقر میشه و جای خودش رو عوض نمی‌کنه، خدمتتون عرض می‌کنم و این مبحث رو خاتمه می‌دیم. در این صحنه به خصوص که نورپردازی ما بسیار راحت انجام شد و ما مشکل زیادی نداشتیم، بازیگر ما قرار نیست از این صندلی بلند بشه و کاری بکنه که سایه های پشتش احیاناً وقتی که حرکت میکنند یک ضعف یا یک ضعف نورپردازی برای ما به حساب بیاد. خب، برخلاف استودیوهای تلویزیونی که برنامه ها وقتی شروع میشه دیگه جای نور تغییر نمیکنه، گاهی بنا به فراخور وضعیت دکور، وضعیت جابجایی یک صحنه با صحنه دیگه، فرض کنید دوربین الان اینجا مستقره، تصویر ایشون رو درشت داره، بعد دوربین جاش عوض میشه، میری یه جای دیگه، از این طرف از پهلو میگیره یا از بالا میگیره یا از نیمرخ میخواد بگیره یا از هر جای دیگه، میتونیم یه اصلاحات خیلی جزئی در زمینه یه جابجایی نورافکن ها انجام بدیم، مشروط بر این که به طور کلی قاعده و موقعیت هندسی نورافکن هامون رو به هم نزنیم. این خلاصه عرض من بود نسبت به مسائلی که در مورد نورپردازی و نورسنجی در صحنه و کار با نورسنج ها میبایستی خدمتون عرض میکردم. حالا لازمه که به پشت صحنه یک فیلم سینمایی سری بزنیم و در اونجا ببینیم که برای فیلم برداری صحنه های خارجی از نظر نورپردازی یقینا مشکل زیادی ندارن، ولی مسائل دیگه‌ای دارن که در فیلم خواهیم دید. آقای کورانی، شما الان دارین کاست عوض میکنین و بازیگران شما اون پایین دارن آماده میشن برای تکرار صحنه. حالا یه سوالی دارم ازش، اینجا طوفانه و یه مقدار به دلیل طبیعت کارتون ممکنه خاک به داخل کاست دوربینتون بره و جلو دریچه یه مقدار شنریزه یا چیزی از این قبیل باشه، اون موقع چه اتفاقی میفته برای شما؟ اگر اون اتفاقی که شما میگین شن ریزه یا خاک بره، موقعی که فیلم میره لابراتوار، از لابراتوار که میاد بیرون نتیجه تمام این زحماتمون صفر میشه، چون فیلم خوبی در نمیاد، ولی ما نمیذاریم بشه این اتفاق. و دوباره یعنی باید تمام این سیاهی لشکر تمام این صحنه با تکرار بشه دیگه، اون فیلم بوته دیگه از نظر
کار هیچ خوب نیست. هیچ دوربین دیگه ای از زاویه دیگه ای؟ زاویه های دیگه هم دارن، منتها ممکنه که اونا به هم باید با زاویه من مچ بشه. یعنی باید با هم دیگه جور بشه؟ بله، میتونه شما مونتاژ کنید؟ بله، مچ بشه که بتونه. خیلی متشکرم. علت این که شما یک عدسی رو به صورت ثابت همیشه روی دوربینتون سوار میکنین چیه؟ مثلا یه عدسی زوم فرض بفهمید 25-50. برای که سریع‌تر بتونیم کارمون رو انجام بدیم. وقت به کیفیت، به شفافیت تصاویر لطمه میزنیم؟ معمولاً چرا، یک کمی تو کوالیتی تصویر دخالت داره. تکنس خیلی بهتر است. زوم. شما دیافراگم صحنه‌تون رو بر حسب دستورالعملی که مدیر فیلم برداری بهتون میده میذاریم، نه؟ بله. آقای ظرفام، ببخشید، در این فاصله ای که کارگردان تشخیص داد که صحنه برای چهارمین بار تکرار بشه، ممکنه ما چند سوال از شما بکنیم. چند وقته که با مجموعه تلویزیونی سربه‌داران به عنوان مدیر فیلم برداری همکاری میکنیم؟ حدود 2 سال هست. چند ساله که شما فعالیت فیلم برداری رو آغاز کردیم؟ مثلا از چند سالگی؟ چند سال پیش؟ چند ساله که تلاش میکنین تا به اینجا رسیدین که مدیر فیلم برداری این مجموعه تلویزیونی هست؟ بله، الان 18 ساله که من برای تلویزیون مشغول به کار هستم. برای فیلم برداری یک صحنه هایی شبیه به همین صحنه که ما امروز در خدمت شما هستیم، معمولا چند دوربین فیلم برداری کار میگذارید و الان در این لحظه چند دوربین در این مناطق مشغول آماده شدن برای فیلم برداری از این صحنه است؟ از کنم صحنه‌های بزرگ اینجوری که سیاهی لشکر زیاد داره، پرسنل از حیوانات تو گاری و این مسائل داره که مشکل برای تکرارای زیادش، ما امروز 4 دوربین استفاده می‌کنیم از زوایای مختلف با لنزهای مختلف که زیاد تکرار نشه، که بتونن این پرسنل با یه بار آمدن ما بتونیم 4 پلان داشته باشیم. بله، چون اینا هم الان نزدیک ظهره و تمام بازیگران آبر که بهش سیاهی لشکر میگن گرسنه هستن و خسته شدن. سلام علیکم محمد علیزاده، حال شما خوبه؟ حالا از شما یه سوال دیگه میکنم. میشه اصولا به وسیله عدسی و با تعویض عدسی صحنه ای رو بزرگتر و پر اهمیت تر نشون داد؟ راجع به این مسئله ممکنه یه مقدار برای ما توضیح بدیم؟ البته بله، خواص لنز ها برای میتونه ما رو این امکانات رو به ما میده که بتونیم در یک جای کوچیکی یک فضای بزرگی داشته باشیم، یا برعکس یک فضای بزرگی بتونیم یک عکس های خیلی پر و بسته ای داشته باشیم. البته خواص لنز هاست که این امکان رو به ما میده و ما خب به هر حال استفاده میکنیم. آماده شدن ما بهت میدیم. بله، در بعضی مواقع زیاد دور نریم و در بعضی مواقع چون امکان نیست زیاد نزدیک نشیم و برعکس. بره بله، رفت بره رفت سوار کنه یواش بیان آقای موسیقی نرم. سوار کنن لطف کنن آهسته بیا نر تو زیاد به هم دیگه نزدیک نکن. آرایشو به هم نزن. سوارکار پشت.
بیستن الان؟ آقا آهسته بیایید. این سوارکارای پشت آقای وثوقی آهسته. سرسون باش. شما آهسته. آهسته نرم. آقا اینی که کنار سرسون باش. او به من سداری شما. به هم نزنید. ببینید اسبات نگه تو. بله. ردیشون مشخص. نگاه برو برو. اون چهار نفر خراب نکنن. برده ها یه مقدار سرعت بیان. با سرعت بید آقا. برده ها سرعت رو زیاد کنن. سوار کارا هسته. بچه ها نرم برید. دوباره نگاه کنید. منظم. ببین نزد رو به هم نزنید. سوار کارا. اینا هم برو برو. نیزه دارا کلن برو. آقا تو دوربین نگاه نکن. رو برو تو نگاه کن. برو برو. مرسب. نظامتون هست. برو برو. برو برو نگاه کن آقا. برو برو نگاه کن. همه. برده ها برو برو نگاه کنن. خنده نیست. جدی نخند. همه رو برو نیزه به دستا رو برو. همه آقا به رو بروشون نگاه کنن. به طرف دوربین نگاه نکنید. نگاه به هم نزنید. برو 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 برو. مرده ها برو برو نگاه کنن. جدی کتاب استعمار و ضد استعمار در سینما ترجمه دکتر پرویز شفا از انتشارات توس به عنوان جامعه شناسی سینما یک کتاب ارزنده محسوب میشه. کتاب دیگری که در این برنامه به شما معرفی میکنم سینمای کشورهای جهان سوم، شیلی، نوشته مایکل چنن، ترجمه احمد ضابطی جهرومی از انتشارات بیگوند که منتشر شده در باره سینمای کشورهای جهان سوم و امریکای لاتینه که میتونه برای علاقمندان این مبحث نیز مفید واقع بشه. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده که مبحث نورپردازی رو به پایان خواهیم رسوند به اتفاق همکارانم که در این برنامه ما رو یاری دادند از شما خداحافظی می‌کنم و شما بینندگان ارجمند رو به خدای بزرگ می‌سپارم.